سر خط خبرها. حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما رو به شما بدن. تهدید سپاه پاسداران به گرفتن انتقام قاسم سلیمانی. وزیر خارجه ایران میگوید واشنگتن مسئول عواقب ماجراجویی در منطقه است. خروج رسمی بریتانیا از بازار واحد اتحادیه اروپا. با تکمیل روند برگزیت فصلی تازه در روابط لندن با قاره سبز آغاز شد. اینجا بندر دوور گلوگاه اصلی صادرات و واردات کالا بین بریتانیا و اتحادیه اروپا است، جایی که خیلی ها نگران بودند برگزیت باعث سردرگمی، شلوغ شدن و به هم ریختگی اوضاع بشه. نتیجه پژوهشی تازه درباره گونه جهش یافته کرونا در بریتانیا مسری‌تر است و جمعیت زیر 20 سال را بیشتر مبتلا می‌کند. و برگزاری مراسم آغاز سال 2021 میلادی در سایه همگیری کرونا. سلام به شما، عصرتون بخیر. جمعه است 12 دی ماه برابر با اول ژانویه 2021. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، تنش بین ایران و آمریکا افزایش یافته. مقام‌های نظامی آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که برای جلوگیری از درگیری ناو هواپیمابر نیمیت را از خاورمیانه بیرون می‌برند. همزمان اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، مقام‌های آمریکا را تهدید کرده که شاید انتقام خون قاسم سلیمانی در خاک آمریکا از آنها گرفته شود. وزارت خارجه آمریکا هم گفته که این تهدید مصداق تروریسم است. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. ناو نیمیتس، تنها ناو هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه، حالا قرار است به خانه برگردد. بنابر گزارش ها برای پایین آوردن تنش با ایران، پنتاگون این تصمیم را گرفته. و یاران سپاه قدس و ظرفیت عظیمی که در منطقه ایجاد شد در روزهای اخیر و در آستانه سالگرد ترور قاسم سلیمانی، شاخ و شانه کشیدن ها بیشتر شده. حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی و در مراسمی در سالگرد کشته شدن فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، جانشین او در دانشگاه تهران، مقام‌های آمریکایی را تهدید به مقابله به مثل کرد. و مطمئن باشین حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما رو به شما بدن. دو روز پیش هم آقای قانی تهدید مشابهی کرده بود. در جلسه غیر علنی مجلس گفته بود عوامل آمریکایی دخیل در ترور قاسم سلیمانی باید مثل سلمان رشدی مخفیانه زندگی کنند. انتشار همین صحبت‌ها در اکانت توییتری منتسب به او انتقاد وزارت خارجه آمریکا را در پی داشت. یکی از سخنگویان این وزارتخانه به توییتر گوشزد کرد که اظهارات اسماعیل قانی مصداق تروریسم است. سردار اسماعیل قانی، جانشین قاسم سلیمانی، به عنوان رهبر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توییتر مقامات آمریکایی را تهدید به مرگ می‌کند. توییتر چه زمانی شرایط استفاده خود را برای مقابله با چنین تهدیدهای گستاخانه تروریستی اعمال خواهد کرد؟ مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که احتمال می‌دهند ایران به اهداف آمریکایی در منطقه حمله کند. و به همین دلیل آمریکا چهارشنبه دو بمب افکن B-52 را بر فراز خاورمیانه به پرواز درآورد. برای دومین بار در یک ماه، هواپیمایی با توانایی حمله بمب هسته‌ای، اقدامی که انتقاد ایران را در پی داشت. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم در توییتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهانه تراشی برای جنگ است. دونالد ترامپ و همراهانش به جای مبارزه با کرونا در آمریکا، میلیاردها دلار را برای به پرواز درآوردن بمب افکن‌های B-52 و اعزام ناو به منطقه ما به باد می‌دهند. اطلاعات به دست آمده از عراق حاکی از توطئه‌ای برای ساختن بهانه‌ای برای جنگ است. ایران در پی جنگ نیست، اما علنی و بی‌تعارف از مردم، امنیت و منافع حیاتیش دفاع می‌کند. ایران نگران رفتاری غیر قابل پیش‌بینی در روزهای آخر دولت فعلی است.
از سوی دیگر آمریکا ایران را مسئول حمله‌های راکتی اخیر به سفارتش در بغداد می‌داند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله‌های راکتی را به عهده نگرفت. اما سفارت آمریکا در عراق اعلام کرده که 30 خودروی زرهی برای افزایش امنیت منطقه سبز در بغداد در اختیار ارتش این کشور گذاشته. به سالگرد ترور قاسم سلیمانی تنها 2 روز مانده. و رجز خانی ها و عرض اندام طرفین برای یکدیگر شدت گرفته. پرهام قبادی، بی بی سی. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک آمریکا با ماست. خوش آمدید آقای فرهنگ. آمریکا می‌بینیم که در واقع بمب افکن‌های B-52 رو به خلیج فارس اعزام کرده، شاهد پروازشون بودیم روی خلیج فارس. از طرف دیگه ناو نیمیتس رو بیرون می‌بره از خلیج فارس که میگه خواهان کاهش تنشه. فکر می‌کنید آیا واقعاً آمریکا می‌خواد تنش رو کم بکنه یا کماکان می‌خواد ایران رو تهدید بکنه؟ در آمریکا و در منطقه عناصری هستند که میخوان این تقابل بین ایران و آمریکا به حدی شدت پیدا بکنه که وقتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میشه، به راحتی نتونه با استفاده از گزینه دیپلماسی مسئله برنامه هسته ایران رو حل بکنه و یا اینکه به طور کلی این تنش بین ایران و آمریکا رو تقلیل بده، دلائل خاص خودشون. ولی در برابر اونها عناصری هم در ایران هستن که با تهدیدات آمریکا و خصوصا پرتاب موشک به سفارت آمریکا در بغداد، در واقع اونها هستن که توجیه لازم رو برای دست راستی های غربی ایجاد میکنن. بنابراین تندروهای ایران و کسانی که در آمریکا یا منطقه میخوان این تنش ادامه پیدا بکنه، دشمنان نیازمند به یکدیگرن. چه نفعی براشون داره آقای فرهنگ این که تنش ادامه پیدا بکنه؟ توجه داشته باشیم که وقتی حدود 10 روز قبل، بعد از شلیک 20 موشک به سفارت آمریکا در بغداد بود که پرزیدنت ترامپ گفت اگر یک آمریکایی کشته بشه ما ایران رو مسئول میدونیم. بنابراین طرفین مسئول ادامه این تنش هست. اشاره کردن که کسانی میخوان افزایش پیدا کنه این تنش ها که جلوگیری بکنن از نزدیک شدن ایران و آمریکا در دولت بایدن، چه نفعی میبرن این کسانی که میخوان تنش افزایش پیدا بکنه؟ بی‌اعتمادی به ایران، یعنی برنامه هسته ایران، یعنی تبلیغات ایران. و توجه داشته باشیم که نیروهای نیابتی ایران در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن مواضعی میگیرن که بر ضد خواسته ها و یا نگرانی های امنیتی آمریکا و اسرائیل و حتی عربستان سعودی. بنابراین اونها دارن عکس العمل نشون میدن به دخالت های ایران در منطقه و فکر میکنن تا زمانی که ایران این دخالت ها رو ادامه بده باید تحریم های اقتصادی و نظامی علیه ایران ادامه پیدا بکنه. آقای فرهنگ، دیروز دیدیم که وزارت خارجه آمریکا اعتراض کرد به صحبت‌های اسماعیل قانی، اما کماکان تهدیدهای ایران علیه آمریکا ادامه داره. فکر می‌کنید این صحبت‌ها چقدر واقعاً مصرف داخلی داره و چقدر واقعاً تهدید آمریکاست؟ به نظر من بیشتر مصرف داخلی داره، برای اینکه فقط هم قانی نبود، بلکه حسین اسلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم در سخنرانی خودش این تهدیدات رو توجه داشته باشیم که 42 ساله رژیم ایران آمریکا رو دشمن میدونه، یعنی ماهیتا این دشمن غیر قابل تغییره و بنابراین اون پایگاه اجتماعی رژیم به طور عام و تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی رژیم در داخل در چارچوب این دشمن عمل میکنن. بنابراین ادامه حضور این دشمن و خطر این دشمن برای ثبات و بقای رژیم یک ضرورت شده. این انگیزه سیاسی میتونه رفاه و امنیت حیثیت ایران رو به خطر بندازه. بنابراین تنها راه این که ایران بخواد به این ماجرا خاتمه بده، این سیاست خارجی خودش رو بر مبنای منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران بنا بکنه تا قلوف‌های ایدئولوژیک و بلندپروازی‌های منطقه‌ای. متشکرم از توضیحاتتون منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل با ما.
با تکمیل فرایند برگزیت. بریتانیا دیشب ساعت 11 شب پنجشنبه به وقت لندن رسما سازوکارهای اقتصادی اتحادیه اروپا مثل بازار واحد و اتحادیه گمرکی را ترک کرد و دیگر تعهدی به پیروی از قوانین و مقررات این اتحادیه ندارد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته که کشورش از این به بعد میتواند راهی متفاوت و بهتر را دنبال کند. اما نیکولا استرجن وزیر اول اسکاتلند که خواهان جدایی اسکاتلند از بریتانیا است گفته کشورش به زودی به اتحادیه اروپا برمیگردد. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از بندر دوور در جنوب شرقی بریتانیا با ماست. بهرنگ کم توضیح بده که چرا رفتی دوور و چرا اینجا مهمه؟ ببین پریزاد، بندر دوور گلوگاه اصلی صادرات و واردات کالاها بین بریتانیا و اتحادیه اروپا است. روزی نیم میلیارد دلار کالا به طور متوسط بین این بندر و بندر کاله در فرانسه منتقل میشه. بیشتر این کالاها پشت کامیون و تریلی هست، کامیون ها و تریلی هایی که یا با کشتی یا از طریق تونل زیر آب بین این دوتا بندر و از روی و زیر کانال مانش در واقع رفت و آمد میکنن. ببین در طول این 45 سالی که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا و قبلش جامعه اقتصادی اروپا بود، به دلیل عضویت در این ساختارها و به دلیل عضویت در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا، این کامیون ها و تریلی ها به حد اقل کاغذبازی و فرم پر کردن احتیاج داشتن. یه بارنامه ساده بود که یک بارکدی روش نوشته شده بود و شرکت ها برای صادرات و واردات کالاها احتیاجی به پر کردن میگم انواع اقسام فرم ها و اظهارنامه های گمرکی نداشتند و خیلی ها نگران بودن که وقتی بریتانیا از اتحادیه اروپا بیاد بیرون و از این ساختارهای اقتصادی بیاد بیرون، ممکنه در دو طرف مرز بازرسی ها اضافه بشه، ترافیک ایجاد بشه و کالاها بمونه، کالاهایی که خیلی هاشون کالاهایی هستن که مدت زیادی نمیتونن توی در واقع تریلی بمونن، چون مثلا یه مقدار زیادی از میوه و سبزی که بریتانیایی ها مخصوصا در این فصل سرد سال میخورن سوار بر این کامیون ها و تریلی ها از طریق بندر کاله به بندر دوور میاد و خیلی وقتا تو کمتر از 48 ساعت به دست مردم میرسه. ولی خب حداقل امروز تو این بندر به دلیل اینکه میزان کامیون هایی که میومد و میرفت که خیلی کمتر از حالت عادی بود، شرایط نسبتاً آروم بوده. ولی مسئله اینی که در جاهای دیگه محموله های برگردونده شده به دلیل نداشتن در واقع فرم ها و اسناد لازم و در نهایت حداقل روز اول که روز خوبی بوده، ولی هیچ تضمینی نیست که شرایط همینجوری آروم و منظم باقی بمونه. به رنگ همینطور که صحبت میکنی پشت سر در اون جاده که هست میبینیم که این کامیون ها تریلی ها رد میشن. این افزایش کاغذبازی ها چه اهمیتی داره واقعا؟ ببین اهمیتش اینه، بریتانیا ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اتحادیه اروپا بزرگترین بلوک تجاری دنیا. کاغذبازی هزینه داره برای شرکت ها، تعرفه های گمرکی، به هر حال عوارض گمرکی اگر که در مواردی اعمال بشه، اینا همه هزینه داره، اینا همه کار رو برای کسب و کارها سخت میکنه. وقتی کار برای کسب و کارها سخت تر بشه، رشد اقتصادی پایین میاد. وقتی رشد اقتصادی این دوتا اقتصاد خیلی بزرگ، حالا اتحادیه اروپا هنوز خیلی بزرگتر از اقتصاد بریتانیا است، وقتی رشد اقتصادی اینها پایین بیاد به اقتصاد بقیه دنیا هم تأثیر میذاره، ممکنه تقاضای جهانی برای مواد خام کم بشه و در نتیجه اتفاقی که اینجا توی بندر دوور یا اون طرف تو بندر کاله میفته، ممکنه در میان مدت و دراز مدت روی اقتصاد دنیا، روی کشورهایی که هزاران کیلومتر از این آبها فاصله دارن هم تأثیر بذاره. ممنونم از بهرنگ تاجدین خبرنگارمان که برای پوشش خبری به بندر دوور رفتی در این سرمای بریتانیا. نگاهی دوباره کنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران آمریکا را به گرفتن انتقام خاک او در این کشور تهدید کرده. با تکمیل روند برگزیت، بریتانیا دیشب رسما از گمرک و بازار واحد اتحادیه اروپا خارج شد. در ادامه این برنامه، مراسم آغاز سال 2021 میلادی در سایه همه‌گیری کرونا بدون گرد همایی و پایکوبی برگزار شد.
گونه جهش یافته ویروس کرونا که سرعت سرایتش بالاتر از گونه‌های قبلی است، باعث شد آمار مبتلایان به کووید 19 در بریتانیا در آخرین روز از سال 2020 به رقمی بی سابقه برسد. این در حالی است که بیمارستان‌های بریتانیا تحت فشارند و در اغلب نقاط این کشور محدودیت‌هایی برقرار است. آغاز سال جدید میلادی برای بریتانیا و خیلی از کشورها آغاز دشوار و البته توأم با امید به اثر بخشی واکسن‌های کرونا بوده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. دعای سال نو در ووهان چین، شهری که ویروس کرونا از آن سر برآورد. آرزوی مردم ووهان و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان رهایی از بیماری کووید 19 در سال جدید میلادی. چین البته میگوید پنجشنبه 19 مورد جدید ابتلا در یک روز پیدا کرده. نشان به آن نشان که ویروس کرونا دست کم برای بخشی از سال جدید همچنان صحنه گردان خواهد بود. یک سال پیش این موقع اینجا در خیابان‌های لندن مردم باکی از ویروس کرونا نداشتند. حالا بریتانیا آمار بی سابقه ای از ابتلا را به ثبت رسانده. شناسایی حدود 56,000 مبتلا به کووید 19 و 964 قربانی در روز پنجشنبه، آخرین روز سال میلادی 2020. گونه جدید ویروس به خاطر اینکه حدود 50-60% بیشتر از گونه جهش نیافته سرایت میکنه، مشکل ایجاد کرده. چالش های زیادی پیش رو خواهیم داشت با توجه به میزان روبه رشد ابتلا در بین کارکنان بخش درمان و همچنین مردم. گونه جدید ویروس کرونا حالا با سرعت بیشتر سرایت میکند. دانشگاه امپریال کالج لندن میگوید شاخص آر گونه جدید ویروس که نشانگر سرعت سرایت آن است، بسیار بالاتر از ویروس جهش نیافته کرونا است و به نظر می رسد در مقایسه با گونه اول شمار بیشتری از کودکان و نوجوانان زیر 20 سال را مبتلا کند. حالا بحث بر سر اثر بخشی واکسن های فعلی بر گونه جدید ویروس بالا گرفته، اما تمرکز بیشتر دولت ها بر اجرای واکسیناسیون سریع و همگانی است. بریتانیا به همین دلیل فاصله تزریق دوز اول واکسن و دوز دوم آن را زیاد کرده تا بتواند دوز اول را به شمار بیشتری از مردم تزریق کند. واکسن کووید 19 حالا مهمترین بهانه پایکوبی و جشن برای استقبال از سال نو میلادی است. به ویژه آنکه سازمان بهداشت جهانی میگوید امنیت و اثر بخشی یکی از واکسن‌ها، یعنی واکسن فایزر بایونتک را تایید می‌کند. این سازمان اثر بخشی دیگر واکسن‌ها را هنوز تایید نکرده، مانند واکسن کرونا واک ساخت شرکت سینوواک چین که حالا دولت برزیل می‌گوید درباره اثر بخشی آن تردید دارد. اثر بخشی این واکسن در ساو پائولو بسیار پایین به نظر می‌رسد. من نمیخوام درصدی اعلام کنم، چون حتی اگر 0.01% هم اشتباه کنم رسانه ها بیچارم میکنند، پس عددی اعلام نمی کنم، اما به نظرم میاد اثر بخشیش کم باشه. تأثیر واکسن یک موضوع است، زمان بندی و اجرای طرح واکسیناسیون همگانی مسئله دیگر. حتی در امریکا که دولتش از ماه‌ها پیش واکسن‌های فایزر و مادرنا را خریده، روند کند تزریق واکسن باعث انتقاد مقام‌های بهداشتی شده. بنابر برآورد دانشگاه جانز هاپکینز، شمار مبتلا شدگان قطعی که در امریکا شناسایی شدند تا آخرین روز سال 2020 نزدیک به 20 میلیون نفر بوده و شمار بیماران بدحال با سرعتی بالا رو به افزایش است. میلیون ها بیمار مبتلا به کووید 19 در 4 گوشه جهان شب سال نو را در بیمارستان گذراندند. بسیاری از مردم در کشورهای مختلف جشن و پایکوبی را برای سال آینده گذاشتند. اما اینجا در ووهان چین، جایی که درست یک سال پیش ویروس کرونا سایه مرگ بر آن انداخته بود، جشن سال نو برقرار بود. بدون محدودیت و بدون خانه نشینی، مانند آنچه باقی جهان برایش لحظه شماری می کنند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. هند از جمله کشورهایی است که با مقامهای ایران برای فروش واکسن کرونا در حال مذاکره است. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، امروز به خبرگزاری اینا گفته است که ایران علاوه بر این با کوبا هم برای تولید واکسن همکاری می کند. درباره خرید واکسن از هند اطلاعات کمی در رسانه‌های ایران منتشر شده.
همکارم کاوه مشکات که این خبر رو دنبال کرده اینجاست تا اطلاعات بیشتری به ما بده. کاوه، قبلا بحث چین و روسیه مطرح بود و خرید واکسن از اونها، درباره این شرکت هندی چه میدونیم؟ بر اساس اون در واقع نشانه هایی که مقامات ایران میدن، ما به شرکت انسیتو سروم هند میرسیم، شرکتی که در شهر پونا در شرق هند قرار داره و بزرگترین تولید کننده دوز واکسن در جهان هست. این شرکت بنیانگذارش آقای کوروش یا سیروس پوناوالا هستش که خودش از پارسیان هند هستش و از سال 1966 این شرکت رو راه اندازی کرده و به تولید واکسن مشغول هست. در زمینه واکسن کرونا هم در واقع یک پروژه همکاری داشته این شرکت با دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنیکا که این واکسن رو تولید بکنه و حالا به نظر میاد که نه تنها تولید کرده بلکه یک ذخیره در واقع میلیونی از این واکسن هم داره و آماده هستش که ابتدا هند رو واکسینه کنه و بعد هم به هر حال به کشورهای دیگه این رو صادر بکنه. و هزینه این واکسن چطوره و همینطور مسئله نگهداریش که یه مسئله عمده است برای همه کشور؟ به نظر میاد که این واکسن همونجوری که میدونیم تو خبرم منتشر شده بود، واکسن بسیار آسانتری هست از نظر نگهداری. اونجور که خودش در واقع مدیر عامل شرکت گفت، این واکسن بعد بین دمای بین 2 تا 8 درجه سانتیگراد در واقع نگهداری بشه و ذخیره بشه و از نظر هزینه هم بسیار واکسن مقرون به صرفه هست، هم برای هند هم برای کشورهای تازه توسعه یافته. ما میدونیم که این واکسن برای هند هر دوزش 3 دلار و برای هر فردی 6 دلار تموم میشه و گفته شده که برای بخش خصوصی قیمتی که خود شرکت سرمسازی هند روش گذاشته بین 10 تا 11 دلاره، در صورتی که اگه مقایسه بکنیم این قیمت رو با نمونه های دیگه خیلی قیمت ارزونتریه و کشورهایی مثل ایران راحت‌تر میتونن این واکسن رو تهیه بکنن. کاوه، اشاره کردی که این شرکت هندی یکی از بزرگترین تولید کننده های واکسن، ظرفیت تولیدش چقدره؟ ظرفیت تولید این شرکت بر اساس چیزی که خود این شرکت میگه حدود 1.5 میلیارد دوز در سال هست، از خیلی زیاده. بله خیلی، از واکسن های مختلفی تولید میکنه و همونجور که اشاره کردم از سال 1966 تقریبا درود 54 ساله که این کار رو انجام میده و داستان جالبی هم داره که چجوری شد که در واقع اون بنیانگذار این شرکت رفت به سمت واکسن سازی. در واقع این خانواده‌ای بودن که اسب نگهداری میکردن و بعد در یک مکالمه‌ای که با یک دامپزشک داشته علاقمند میشه به تولید واکسن و تولید انبوه واکسن. چقدر جالب. خیلی ممنونم از توضیحاتت همکارم کاوه مشکات، اینجا توضیح داد. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. هوای تهران برای سومین روز پیاپی در حالت ناسالم قرار دارد. تبریز و اهواز، دو شهر بزرگ دیگر ایران، هم وضعیتی مشابه دارند. وزارت بهداشت ایران از شهروندان و مخصوصاً گروه‌های حساس مانند بیماران قلبی، بیماران ریوی یا مبتلا به آسم، زنان باردار و سالمندان خواسته که در خانه بمانند. پیشتر یکی از مقام‌های وزارت بهداشت گفته بود که استفاده از سوخت مازوت یا نفت کوره در نیروگاه‌ها علت آلودگی هوای تهران است. دولت بوسنی به مقام‌های محلی در بیهاج در شمال غرب این کشور دستور داده تا مرکز پذیرش مهاجران را در این منطقه بازگشایی کند. این مرکز 3 ماه پیش و در پی مخالفت‌های محلی تعطیل شد. تعطیلی این مرکز سبب شده تا صدها مهاجر در سرمای زمستان بدون سرپناه بمانند. سازمان بین‌المللی مهاجرت و چند نهاد جهانی دیگر گفتند اردوگاه دیگری که نزدیک شهر بیهاج است، ابتدایی‌ترین شرایط را برای میزبانی از پناهجویان در زمستان ندارد. سال میلادی در حالی نو شد که به دلیل شیوع کرونا جشن‌های مخصوص شب سال نو هم دیگر شور و حال سال‌های قبل از کرونا را نداشت. فرین عاصمی نگاهی کرده به تحویل سال نو در چند کشور. سال 2020 میلادی سالی بود که کرونا جهان را در بر گرفت، اتفاقی که زندگی همه مردم جهان را تغییر داد. مردم در اکثر کشورهای دنیا در حالی نو شدن سال را جشن گرفتند که سایه کرونا همچنان بر سر کره زمین است.
جشن‌های مخصوص شب سال نو هم در بیشتر کشورها شور و حال سال‌های قبل از کرونا را نداشت. در ژاپن شیوع کرونا باعث شد رسم رفتن به زیارتگاه در نیمه شب سال نو عوض شود. زیارتگاه میجی در توکیو درهایش را ساعت 6 صبح بروی مردم باز کرد. مردم هم با ماسک و در حالی که از هم فاصله داشتند به این زیارتگاه رفته و دعا کردند. در برزیل که تاکنون نزدیک به 195 هزار نفر بر اثر کووید 19 جان باختند و دومین آمار بالای مرگ را در دنیا دارد، دولت مهمانی و تجمع در ساحل کوپاکابانا در ریو دو ژانیرو را تعطیل کرد. سال پیش اینجا 3 میلیون نفر آغاز سال را جشن گرفته بودند، اما امسال این ساحل سوت و کور بود. میدان سرخ مسکو هم بسته شده و ورود به آن ممنوع بود، اما شماری از مردم از پشت میله‌ها آتش‌بازی را تماشا کرده و سال نو را جشن گرفتند. این هم میدان تایمز نیویورک. جشن سال نو با جمعیت بسیار کمتری نسبت به سال‌های قبل برگزار شد. هر سال هزاران نفر در این میدان جمع می‌شدند، اما امسال کرونا همه را خانه نشین کرده. آمریکا با مرگ بیش از 345 هزار نفر بر اثر کرونا بیشترین آسیب را از این ویروس دیده. بریتانیا که دیشب از اتحادیه اروپا خارج شد، اینطور با سال 2020 خداحافظی کرد. بدون تماشاچی و بدون مهمانی. نورپردازی و تصاویری که بیشتر آن از قبل ضبط شده بودند و شور و حال همیشگی را نداشت. خیلی عجیب بود. من عادت دارم کلی ترق و جمعیت زیادی در شب سال نو ببینم. امسال خیلی خلوت بود. پلیس همه جا بود. مثل همیشه نبود. در پاریس پلیس در همه جا حضور داشت، مخصوصا در نزدیکی برج ایفل که همیشه مملو از تماشاگر و گردشگر است. امسال اما این شکلی بود. این هم تصویری است که از کره شمالی منتشر شده. کنسرت بچه‌ها برای سال نو در حال خواندن آهنگی که میگوید ما خوشحال ترین در جهانی. رویترز میگوید به طور مستقل نمیتواند این ویدیو را تایید کند، اما تماشاچی‌ها همه با ماسک هستند. اینجا در ووهان چین تنها جایی در دنیا بود که انگار ساکنان آن کرونا را به چشم ندیدند. ووهانی که شیوع کرونا از آنجا شروع شد و به بقیه نقاط دنیا کشیده شد. اما حالا همه شهر مهمانی است و دور همی و رقص و شادی بدون فاصله گذاری اجتماعی. تصویری که ماه هاست در بیشتر کشورها دیده نشده و برای برخی حتی باورش هم سخت است که زمانی زندگی این شکلی بود. فرین عاصمی، بی بی سی. ممنونم از همراهیتون با ما. به پایان بخش خبری رسیدیم. اگر این بخش رو از دست دادید تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.